نه حالا درست گفتی الان به بحث افغانستانم بریم اون حالا خیلی جالب بود نکته ای که خود یاسرم گفت اینو من واقعا خودم به گوش و به چشم دیدم اصلا فیلماش هم دارم چون به حساب تو همایش ها و اکسیون که برگزار میکردیم تو همین شهری که من هستم دیدم ما حساب کن چندین بار اومدیم در حمایت از دوستان افغان و افغانستانیا ها اومدیم همایش برگزار کردیم که به حساب بر ضد طالبان و اینجور مسائل و بسیار جالب بود اون کامنت هایی که من از از اروپاییایی که اونجا رد می شدم می گرفتم جالب بود اونا نمیتونستن تمایز بدن این بسط بین طالبان و این دوستان چرا به خاطر اینکه از اون اول شعار الله و اکبر میدادن تا این تا متوجه چی میگم یعنی بازم اون حالت خشن اون الله و اکبری که مخصوصا اروپایی ها توش خیلی حساسن به خاطر این عملیات تروریستی که مگه انجا... تو ایران هم... تو ایرانم هم همین اتفاق افتاد میان مردم میان رو پشت داد میزنن الله اکبر علیه جمهوری اسلامی اینم هم همین دیگه خواه. از این که گذار ببینی... حالا خیلی از ایران البته دارد. من من علیه ببینیم درسته ولی هنوزم هست من هنوزم دیدم که ولی یه چیزی بگم من نمیگم ن... من نمیگم دشمنی دارم با کسایی که این کارو میکنن من میگم باید بفهمیم که همه چی تکلتی نیست ببین الان یایا یا داره میگه خب اونهایی که مثلا بر که اسلام ستیزن ولی مثلا ممکنه از احمد منصور دفاع بکنن یا یا میگه خب اونا هم مثل خودت اسلام ستیزهایی هستن که مسلمان ستیز نیستن حتی خب درسته یا یا جد. ولی دلیل این که من مسلمان ستیز نیستم اینی که اسلام تنها دل... یعنی دلیل کافی و لازم برای خشونت نیست خب اگه برای همین من مسلمان ستیز نیستم برای اینکه اگه یک کسی اسلام یک تاثیر بسیار زیادی داره توی مثلا اضافه شدن خشونت ولی نه کافیه نه لازمه میدونی لازم چیه اگه, دل... اگه, دلیل کافی و لازم بود برای خشونت هر مسلمانی خشونت طلب میشد برای همین من مسلمان چیز نیستم من نه کسی هم که میگم اسلام رو خشونت تاثیر نداره برای داره معلوم که داره دینیه که داره خشونت رو تبلیغ میکنه میدونم که از... خشونت رو اضافه میکنه ولی نه کسی هم که میگم هر کسی که مسلمانه حتما خشنه اتفاقا اکثرشون هم نیستن خب چون دلیل کافی و لازم برای خشونت نیست خب چیزی که تاثیر مثبت میذاره رو اضافه شدن خشونت بله ولی کافی و لازم نیست برای همین مسلمان ستیز نیست موضوع اصلا خب. هم همینه اگه اگه باورای دینیشون قوی تر بشه طبیعتا میشن دیگه من میگم انسانی من میگم دلید انسانیت دلید. دلید که دلید که دلید که... من میدونم داری نسبت بله مسلمانای صحبت میکنی که یک درصدی از اون اسلامو قبول دارن به سبک و سیاق خودشون من درسته درسته من میگم اکثر حتی کسا کسایی که مس... اسلام و مثلا افراطی ترن خب ببینید تاثیر اسلام روی مسلمان ها یه چیز خیلی پیچیده ایه خب من قبول دارم که مثلا مسلمان که خوشونت طلب هستن دلیل بسیاریش به خاطر عقاید اسلامیه خب ولی حتی اونها هم به طور مستقیم نیست یعنی به ای اینکه اکثر مسلمان ها چه غیر افراطی هاشون چه افراطیشون شون قرآن رو کامل نخوندن یا اگه خوندن معنیشو نمیفهمن حدیث ها رو کامل نخوندن اینا مثلا اونقدرم ببینید تأثیری که اسلام میذاره روی مثلا روی رفتارهای بعد مسلمان ها به طور غیر مستقیمه خب اسلام و حدیث تاثیر میذاره روی ها و مرجع و اونا ها و مرجع به طور غیر مستقیم تاثیر میذارن کسایی که دارن دنبالشون میکنن خب Uh, ولی من میگم که اکثر اکثر کسایی که مسلمون هستن چه هاشون چه غیر افراطی وقتی که اسلام وقتی که دارن تصمیم میگیرن چی اسلام هست چی اسلام نیست خیلی به قرآن و حدیث تکیه نمیکنن بیشتر به محیطشون تکیه میکنن و چیزی که تو جامعهشون نرم هست از اینکه اسلام چی هست برای اینکه تو جامعه قابل یعنی تایید بشن از عضو جامعه اونا رو اونا قبول میکنن یعنی به یعنی قرآن و حدیث تاثیر داره روی عقاید مردم ولی اکثر موقع ها به طور غیر مستقیم خب تعدادی کسایی که میرن خودشون میخوان ببینن دقیقا این چی گفته و میخوان دقیق دنبال کنن یه مقدار کمه هم افراطی هم غیر افراطی ها خب و اکثر اکثر کسایی که غیر افراطی ان مثلا خوشون طلب نیستن اکثرشون قابلیت اینا اصلا ندارن که بخوان خشونت اسلام رو قبول بکنن میدونی نظرم چیه بخاطر اینکه بعضی میگه که اگه اسلام اینو قبول میکردن به طور کامل حتما خشونت میشدن من فکر میکنم که انسان ما انسان ها اکثرمون با یک میل به محبت و میل به قابل قبول بودن از چشم بقیه به اندازه هستیم که مثلا تو این دور زمونه دیگه حتی کسی که مسلمانه عقاید اسلامی نتونه برگردونه یعنی کسایی که عقاید اسلامی رو مثلا مثل قرن 14 اینا رو دارن به خاطر کسایی که هر اصلا وارد این قرن 21 نشدن مینوزم اینجوری نیست دیگه کسایی که وارد قرن 21 شدن هم به خاطر هم خاطر امیال ژنتیکیشون و هم به خاطر امیالی که تو وارد قرن 21 بشن و تو دنیا عقایدشون قابل قبول باشه خیلی اکثرشون قابلیت برگشتن به اونو ندارن یعنی شما باید توی همون موهی اصلا به دنیا آمده باشین که این این عقاید رو قبول بکنین اگه مثلا فرض کنین مسلمونی که مثلا توی کانادا به دنیا باشه تو آمریکا به دنیا آمده باشه اکثر اینا هر چی قدم بهشون نشون بخواد بدی که نه بالاخره قران اینو داره میگه حدیث داره اینو میگه اصلا دیگه قابلیت پذیرفتن این خوشونت ندارن اکثرشون بعضیشون داره. بگو خب نه خب این اینو من نمیتونم قبول کنم چون اینجا من خیلی مثلا به عنوان مثال دوستان چه دوستان که نه آدمایی که از چچن یا داغستان که هستن من میبینم اینجا تو اروپا اونا هم به از اسلام رادیکالی رو دارن یه جورای طالبن اونا نگاه میکنن، وقتی میبینم که چند نسلشون با اینکه توی همین اروپا زندگی که زندگی کردن بزرگ شدن چجوری به هم برخورد میکنن چه افکاری دارن اینو نمیتونم قبول کنم که جامعه میتونه رونا تاثیر بذاره و اینا بر نگردن به اون سنت همین چند وقت این... پیش این حرف حرف منو تایید میکنه میدونی چرا چون اتفاقا تو اگه گوش کنی من من گفتم فکر کنم اگه یادم داشته گفتم آمریکا و کانادا خب هایی که از اروپا میزنی به خاطر سگرگریشن توی اروپا این یعنی این ام تم تمدن ها با هم فرهنگ با هم قاطی نشده یعنی اروپا تونسته مسلمان های توی اروپا تونستن یک مناطقی را به وجود بیارن یا یک سری حبابای فرهنگی رو به وجود بیارن که کسایی که مسلمان توی این جامعه زندگی میکنن تحت تاثیر فرهنگ های دیگه قرار نگیرن خب من اگه درست یادم باشه فکر کنم حواسم بود که بگم آمریکا و کانادا برای اینکه این اتفاق تو آمریکا و کانادا اتفاق کمتر میافته تو, تو اروپا هم اگه شما مثلا Uh, توی مناطقی رو داشته باشین که مثلا مسلمان ها با بقیه بیشتر رابطه دارن این اتفاق کمتر میافته میدونی نازم چیه یعنی اگه شما یک مسلمونی رو توی جامعه به دنیا بیاد و با بقیه در ارتباط باشه و تحت تاثیر های دیگه قرار بگیره حتی اگه خودش هم مسلمون بدونه این رقابت اسلام با فرهنگ های برتر از اسلام کار سختی خواهد بود یعنی این فرهنگ های غیر اسلامی انقدر برتر هستن و پذیرفتنشون انقدر راحتتر هست که اسلام قابلیت رقابت با اینا رو نداره برای همین تو اروپا این اتفاق برای اینکه بیفته مسلمانانی افراطی که میخوان مراقب باشن این مسلمان های مثلا توی اروپا مثل مسلمان های آمریکا و کانادا وارد جامعه نشن و با جامعه یکی نشن میان محله های خودشون رو بیشتر درست میکنن میان مثلا مدرسه هاشون جدا درست میکنن سعی میکنن منطقه چیزی هست که تو فرانسه اتفاقا ماکرون الان به طور خیلی درستی و که مشکل همینه مشکل سگرگیشن segregation به فارسی چی میشه یه کسی به من بگه تو یعنی چی همون سگرگیشن ادغام ادغام آها گوگل ترنسلیت همیشه اما ترنسلیشن که داری تو اروپا حالا اینا رو خیلی آرام میگیرن جدا جدا سازی، جدایی جدایی حالا به بحث بس... آها درسته عرض کنم که حالا من تو اروپا که دارم میگم میبینم حالا تو کشوری که خودم حضور دارم خیلی تلاش دارم میکنن که اینا رو با هم اینا رو ادغام دب... ادغام با جامعه بکنن با سایر فرهنگا بکنن یعنی به اون صورت مدارسی وجود نداره که اینا برن صرفا چچنیا برن تو مدارس اسلامی خودشون تحصیل بکنن متوجه <تصفح> یا دانشگاه خودشون رو داشته باشن مراکز تربیتی خود این چیزی نیست یعنی یک دختر دانشگاه خدا خدا که به دانشگاه برسن که ما دیگه خیلی از مدرسه شاید مثلا مهد کودک خودشون رو داشته باشن اما تو مدرسه <تصفح> که بخوایم بریم حداقل چیزی که من میدونم مسلمان و عرض کنم که تمام ادیان با همدیگه تو یک مدرسه قرار میگیرن خب حتی طوری که تو کشوری که هستم اومدن به اینا هم اجبارم کردن که تا پ... جدیدن البته این کارو کردن که تا 15 سالگی شما حق ندارین هیچ نوع نماد مذهبی با خودتون داشته باشید که حالا از برقه و حجاب گرفته تا یه صلیب و یا هر چیز دیگه خب میخوام بگم که اینا عملا توی محیط اروپا قرار گرفتن تو محیط شهر با سایر فرهنگ ها قرار گرفتن اما اون چی میگن تو آمارش داری... آما... این تجربه شخصی خودته یا آمار داری نه چیزی که دارم میبینم تو خیابونو دارم میگم آه. چیزی که تو تجربه محطان... شخصی چی دارم میبینم آره چیزی که دارم میبینم ببین باید بررسی از... بشه ببین ببین من اگه بر بگم س... این هم بهت بگم چیزی هم که حالا همین حالا من خب ساکن اتریش هم دیگه چند وقت پیش دقیقا اومدن من توییتش هم زدم یکی از روزنامه های اتریش یه مقاله بلند نوشت در مورد اینکه زیرزمینی چه فعالیت های رادیکالی دارن این اسلامیون دارن انجام میدن داخل اوتیش بابا این, دو... این مثال های نقض روند و ت... چیز نق... نمیکنه میدونی منظورم چیه؟ به مثلا چیزی که ما داریم میبینیم اینه که مسلمان های گوش کن بباید که من دارم چی میگم این مهمه برای که تو یه چیزی داریم میگی مثال های تجربی داریم میزنی اینگار که روندی که داره اتفاق میفته نقض داره میکنه خب به مثلا حتی مسلمان هایی که میان توی اروپا تو آمریکا حتی تو آمریکایی که من مثلا میگم بهتر از اروپا آمار نشون داده که 25 درصدشون نسل دوم مثلا اسلام میذارن کنار خب این 25 درصد خیلی عدد بالاییه یعنی از یعنی یعنی کاملا نه که مثلا مسلمان غیر افراطی میشن اصلا اسلام اسلام میذارن کنار نسل دوم 25 درصد خب من میگم آ چقدر آمار بالای خوبی خب ولی 25 درصد یعنی چی یعنی 75 درصدشون مسلمان موندن حالا ممکنه 25 درصدشون هم مثلا محافظه کار بمونن خب تو تو آمریکا هم زندگی بکنی نسل دوم مهاجرا رو ببینی ممکنه 25 درصد از مسلمان ها رو ببینی کلی مسلمان رو ببینی که حتی نسل دومه ولی اینا محافظه کار موندن بعد تو تجربه‌ای که داری با اینا میای میگی که آه نه این اصلا این آمار کاملا غلطه چون من کلی دارم مسلمان میبینم که نسل دومه حتی آمریکا هم به دنیا آمدن ولی محافظه کارن در صورتی که این روند و این روندی رو که نقص نمیکنه خب این 25 در... یعنی اینکه مثلا این کلی از مسلمان هایی که دارن مثلا میان تو آمریکا تا نست دوم و سوم کلیاشون یا اسلام رو وز میکنن یا تحت تاثیر اسلام کمتر قرار میگیرن معنیش نیست که ما مثال نخواهیم داشت از مسلمانایی که افراطی میمونن یا محافظه کار میمونن افراطی با محافظه کار فرق داره تا خب می، میمونه معنیش نیست که کاملا هست میشه معنیش اینه که جامعه روی اینا یه روند تاثیر مثبت میذاره نه که بتونه بیا کاملا هست بکنه میفهمی چرا میگیم از اون چه که چرا, چرا نقض نمیکنه چیزی که تو داری مشاهده میکنی آرمین آرمین ببین من متوجه شدم من با بحث در اینه که اینا از همون نسل دوم و سوم ها استفاده میکنن رادیکال ها رو میسازن دقیقا پارسال عملیت تروریستی که توی وین انجام شد تعداد زیادی آدم هم لگبار بستن تمامشون کیا بودن همین نسل دوم سومیا ها بودن خب من متوجه ولی دارست. اینا, مثالای... اینا مثال اینا مثاله هم میشه من دارم درباره رون... تو داری درباره داستان و مثال صحبت میکنی من دارم درباره روند صحبت چه؟ تو داری روند میگی میگه آقا با یه سرعت مشخصی داره تعداد آمارای مسلمان های توندو داره کم میشه تو نسل های مختلف من میگم من میگم م... من میگم تحت تاثیر قرار گرفتن مسلمان ها فقط اسلام نیست که روشون تاثیر میذاره خب یعنی یک نفر فقط یک نفر اگه مسلمونه فقط مسلمون نیست یک نفر اگه مسلمونه معنیش اینه که اسلام یکی از هزاران چیزیه که داره رو عقادش تاثیر میذاره و اون تاثیر همیشه منفیه من نمیگم اسلام تاثیرش میتونه مثبت باشه یا منفی باشه تاثیر اسلام همیشه منفیه ولی من میگم وقتی یه مسلمان یه نفر نگاه میکنه نمیتونه فقط فکر کنه این یک شخص مسلمانه و هیچ چیز دیگه نیست یک نفر وقتی یک مسلمان تحت تاثیر اسلام قرار میگیره تحت تاثیر مدرسهش قرار میگیره تحت تاثیر دوستایی که باهاش هست قرار میگیره تحت تاثیر کتابایی که ممکنه میخونه قرار میگیره تحت تاثیر کانالای یوتیوبی که نگاه میکنه قرار میگیره یعنی از تعداد فاکتورهایی که وجود داره اسلام یکیشه برای همین ما نمیتونیم یک یک مسلمان رو تقلیل بکنیم به یک مسلمان و فقط و هیچ از دیگه خیلی چیزای دیگه هست که رقابت ما اگه جنگی که با اسلام داریم جنگ بین غیر مسلمانان و مسلمانان و مسلمان ها نیست جنگی که بین اسلام و غیر اسلام وجود داره توی حتی یک توی یک مسلمان هم این جنگ وجود داره خب یعنی یک مسلمانی که مثلا ده, ده درصد تحت تاثیر اسلام بود و عقاید دیگه بیاد رقابت بکنه با این اسلام الان دیگه از ده درصد برسه پنج درصد تحت تاثیر اسلامه این توی یک شخص ما داریم یک جنگ بین اسلام و غیر اسلام و زد اسلام رو داریم میبینیم خب یعنی من میگم جنگ بین اسلام و غیر اسلام رو تقلیل نکنیم به مسلمان علیه غیر مسلمان توی خود اسلام، توی خود مسلمون هم پیروزی پیروزی رو فقط نبینین که یک نفر اگه مسلمون بود الان دیگه مسلمون نیست این تنها روش پیروزی نیست یک مسلمونی که بسیار تحت تاثیر اسلام بود و الان یه مقدار کمتر تحت تحت تاثیر اسلامه اینم پیروزیه این چیز نیستا یه چیزی میگم این اصلاحات نیستا خب برای اینکه اسلا... اسلام اصلاح پذیر نیست خب من وقتی دارم میگم مسلمان میتونه کمتر تحت تاثیر اسلام قرار بگیره معنیش اینه که اسلام همیشه من... همیشه تاثیر منفی داره یعنی من نمیگم اسلام رو میتونیم بیایم عوض بکنیم به یه اسلامی که دیگه منفی نیست اسلام همیشه تاثیرش منفیه ما میتونیم تاثیر این اسلام منفی رو این سم اسلام رو روی یک شخص کمتر بکنیم مز... چی داره میگم اوکی okay, من متوجه شدم فکر میکنم اون اول بحثمون که حالا به اینجا رسید ما تعریف مسلمونمون با هم دیگه فرق میکنه تو کسی هم که مثلا ام. مسلمان زاده باشه. هم تو مسلمون میدونی مثلا خب نه مثلا من مسلمان زادم مثال میزنم مثلا, 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 مثلا من خودم نه نه نه. خیلی از بس خودم و... نه اجازه بده من خودم خیلی از بستگان خودم و مسلمون نمیدونم اونا شاید خودشون رو مسلمون بدونم اما از نظر من چون خیلی مم. از چیزا رو اونا انجام نمیدن قبول ندارن ساختار خودشونو دارن اه, چیز اونا اسمشون مسلمون نیستن به خاطر اون مذهب رو اونا آنچنان تأثیری نمیذارن نظر من خب دو تا مشکل داشت این حرفی دار... من بعد بر... اینو میگیم بعدم میگه بعد حرف آخر بعد بریم سراغ میلاد من این مشکل این مشکل داره اولا اینکه چون من تعریف اسلام مسلمان رو تو رو قبول ندارم معنیش نیست که تعریف مسلمان من اینه که هر کسی که مسلمان زاده است اگر تعریف من این بود که من خودم هم میشدم مسلمان تو من تو فهم می‌کنی من فهم می‌کنم تو مسلمانی آیا تو مسلمان زاده نیستی بابک خب تو فهم می‌کنی من فهم تو مسلمانی آخه این چه حرفیه نه من تعریف مسلمان هم مثلا مزاده نیست نه 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 بذار نه بذار خب بذار بگم تعریف مسلمان بذار من بگم، بگم که حرف بزنی چی دارم میگم بذار بگم تعریف مسلمان برای من همون تعریفی که هر... هم... تعریفی است که ببین خیلی ها فکر میکنن که تعریف مسلمان کسیه که همه قوانین اسلام رو را رعایت میکنه اگه تعریف مسلمون اینه که خب ما تعداد مسلمان های جهان مثلا میشه هزار نفر خب یعنی چی؟ خب یعنی ما تو خود اسلام هم که داشتیم میخونیم یاد گرفتیم که تو اسلام فهم کنن اکثر مسلمان ها, ها. یعنی شما اسلام رو رایت نکردن هم, بر هم تو اسلام تعریف نشده که کسی مسلمان اسلام رو رایت نکنن غیر مسلمان میشه هم کارش از اسلام هم اینجوری تعریف نمیشه کسی که شما رایت نکردن قوانین اسلام غیر مسلم از اسلام بیرونتون نمیکنه تنها کسایی که این اسلام این اسلام داشتن که ما اینجوری مسلمان تعریف میشد خوارج بودن خب خوارج بودن که تکفیر میکردن که هر کسی که کس گناه بکنه دیگه مسلمان نیست خب نه, نه شیعه ها تعریف اسلامشون مسلمانشون اینه نه سنی ها هیچ مکتبی دیگه وجود نداره که تعریف مسلمان این باشه که کسی که همه قوانین اسلام را رعایت میکنه خب برای همین هم هست که ما تو اسلام یاد میگیریم که حتی اکثر مسلمان قرار برن جهنم یه مدت برن جهنم بعد میرن بهش من اینکه گناهکارن من اینکه اسلامو درست رایت نکردن اسلام درست رعایت نکردنشون معنیش نیست که مسلمون نیستن خب تعریف مسلمون کسیه که خدا الله به عنوان خدا قبول بکنه محمد هم به عنوان پیغمبر اسلام قبول بکنه و قرآن هم کتاب خدا بدونه حتی اگه ق... کتاب خدا رو هی... نخونده باشه حتی اگه ندونه قوانین اسلام چی هستن نه حت... حتی اگه ندونه یه دونه از آیه قرآن چی هستن فقط فکر قبول بکنه که قرآن کتاب خداست اه... تک تک یعنی از خدا آمده این سه تا عقیده رو داشته باشه این میشه مسلمان حتی اگه رایت هم نکنه حتی شراب بخوره یه مسلمون گناهکار میشه مسلمون گناهکار غیر مسلمان حساب نمیشه کسی که بگه قرآن کتاب خدا نیست یا کسی که بگه پیغمبر محمد پیغمبر خدا نیست یا کسی که بگه ال خدای وجود نداره یا الله خدا نیست این میشه که این شخص مسلمان نیست تعریف مسلمان اینه حالا با اگه تو تعریف مسلمان دیگه داری خوب میشه تعریف بابک ولی خب تعریفی که همه استفاده تعریف من به همون صورته من تمام کسایی که اون احکام اسلامی رو به جا نمیارن یا سلیقه‌ای به جا میارن و اساس میگم سیستم خودشون به جا میارن از نظر من بابک مسلمون نیست از نظر خب. من بابک پس ما پیروز شدیم پس بابک جان ما پیروز شدیم برای که تفصیلان تقریبا از, از بین رفته <تصفح> طبیعتا همین کار کردیم ما مشکل ما جنگ ما تو الان خودتو داری نه اجازه آرمین تو الان تمام تلاشی که تو این چند سال داری میکنی برای یک میلیارد و دویست داری تو این رو میکنی نه تو بیشتر بله؟ بیشتر حرفات اتفاقا بیشتر بیشتر تو داری در مقابل اون صد هزار نفر دویست هزار نفر داری برنامه میسازی نه در مقابل نه حرفهای اون ببین در مقابل حرفهای آنها کلام آنها تقدس سازی آنها برای این تعداد 900 میلیون دیگه خب من مشکلم با اون دو, دو میلیارد نفر بیشتر تا اون هزار نفر